در پی اعلام تصمیم پرزیدنت ترامپ برای خروج آمریکا از توافق برجام، قانونگذاران آمریکا نیز در این ارتباط واکنش نشان دادند. با همکارم شهلا آراسته در مقابل کنگره گفتگو می‌کنیم. شهلا، از واکنش کنگره چه خبر؟ حمایت‌ها و یا مخالفت‌ها؟ در حالی که عمدتاً جمهوری خواهان از تصمیم پرزیدنت ترامپ استقبال کردن، حمایت کردن و دموکرات ها اون رو به نوعی خلاف منافع امنیت ملی آمریکا خواندند، ولی این احساس مشترک در میان اعضای هر دو حزب در مورد ضرورت مقابله با فعالیت های نگران کننده و غیرقانونی ایران وجود داره که زمینه آمادگی اونها برای همکاری خیلی سریع در این ارتباط هست. باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا در یک بیانیه نوشت که بر اساس مکالماتی که در روزهای اخیر داشتم، احساس من این است که دولت کار برای توافق بهتری را آغاز خواهد کرد و من نیز با دولت و همکاران کنگره و شرکای خارجی در مورد سیاستی که به واقع با هدفهای ما مطابقت کند و ایران را از دستیابی به سلاح اتمی بازدارد کار خواهم کرد. سناتور جمهوری خواه تام کاتن هم ضمن حمایت از تصمیم پرزیدنت ترامپ در یک بیانیه نوشت تحریم‌های سخت نخستین گام برای عقب راندن کمپین ترور ایران است، اما نه آخرین، و اگر آیت الله ها برای دستیابی به بمب شتاب کنند، ایالات متحده باید توافق را برای همیشه کنار بگذاره و نسبت به هر نوع تصمیم حمله ایران به اسرائیل اون رو به عنوان یک غلط، یک اشتباه محاسبه تاریخی هشدار داد به ایران. کوین مکارتی رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس تصمیم پرزیدنت ترامپ را یک پیام قوی به ایران و همینطور دیگر دشمنان آمریکا توصیف کرد و سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو در یک پیام توییت نوشت واقعیتی که در بسیاری از تجزیه و تحلیل‌ها نادیده گرفته شده این هست که این توافق به تهران اجازه داد که به صورتی بسیار خطرناک در خاورمیانه رشد کنه. از زمان توافق کنترل خودش رو در سوریه و نفوذش رو در عراق و همینطور جنگ داخلی تشدید کنه و جنگ داخلی یمن رو حمایت کنه و موجب گسترش حزب الله بشه. اما سناتور جمهوری‌خواه جف فلک در گفتگو با من دیروز در کنگره ضمن ابراز مخالفت چنین گفت: Well, I had issues with the Iran deal. I voted against it. I thought it should have been presented to us as a treaty. من هم با توافق مشکل داشتم، ولی علیه آن رأی دادم و عقیده داشتم باید به عنوان معاهده برای تصویب به کنگره ارجاع می‌شد. در وضعیت فعلی توافق، ایران در ارتباط با لغو تحریم‌ها از آن بهره برده و سرمایه‌های مسدود شده آنها آزاد شده. ولی ما اکنون با آنها اجازه داده‌ایم به تعهداتشان در سایت‌های اتمی‌شان بازگردند. باب مناندز سناتور دموکرات در یک توییت دیروز نوشت پرزیدنت ترامپ باید اکنون تیم امنیت ملی خودش رو به کنگره بفرسته که دولت چگونه میخواد سیاست دیرینه ایالات متحده رو در بازدارندگی دستیابی ایران به سلاح اتمی خارج از توافق برجام ادامه بده.